دستور خودش میده، تذکر میده به جمال میرزایی که انگشتان حریف رو نگیره و در جهت خلاف مفصل نمیتونه و حالا زیر رو نشون میده جمال میرزایی، یک زیر بی هدف که به نتیجه نمیرسه. دستان طالبی روی سرگردن حریف کار طالبیه، حالا زیر رو قصد داره بگیره. دو کشتیگیر همچنان سعی میکنن که بله اینجا یک زیر رو میگیره. خدمتتون عرض کردم گاهی اوقات یک حرکت های انفجاری اینچنینی رو جمال میرزایی از خودش نشون میده که اینجا به نتیجه میرسه و موفق میشه حریف رو از منطقه قرمز خارج بکنه و دو امتیاز رو به دست بیاره، اینچنین که مشاهده فرمودید. مربیان تیم نوین چرم البرز معترض هستن، اعتراض اونها مشخص نیست که به چه هست. به هر حال مبارزه ادامه پیدا میکنه و اینجا هم زنگ پایان سه دقیقه نخست به صدا در میاد تا دو کشتیگیر به کنار تشک برن و استراحت 30 ثانیه‌ای برای دو کشتیگیر. داور به کنار تشک میره، صحبت میکنه و از مربیان میخواد که بدن کشتیگیر خودشون رو خوش کنن. یک بار دیگه شاهد هستید غلامرضا محمدی، صادق گودرزی با جمال میرزایی صحبت میکنه و او هم تایید میکنه گفته های غلامرضا محمدی رو که بایستی حالا به نکاتی که او میگه در واقع توجه بکنه و به کار ببنده گفته های سرمربی تیم بیمه راضی از بیمه راضی تهران. خب در همین ابتدای کار حامد طالبی زمین کمر خب یک بار دیگه اینجا عجب موقعیتی رو برای سر تایی که به دست میاره، موفق میشه حریف رو در خاک بنشونه. دو امتیاز برای جمال میرزایی، نتیجه رو 5-0 یک بار دیگه سرگردن در اختیار او، موقعیت سر و تایی که در اختیار او، بایستی دستانش رو به هم گلاب بکنه که متاسفانه همون کار رو انجام نداده. سر و تکی در دستان او جفت جور از پشت میتونه به تابونه، بایستی یه سینه بزنه تا داد بره از پشت میتابونه. چقدر زیبا این کار رو انجام میده و شانه های حریف رو میره که با دوشک آشا بکنه. رئیس دوشک تأیید میکنه، یک فن بنداز و زیبا رو ما در این دیدار مشاهده کردیم. انتظار ما از لیگ کشتی همین هست، اجرای فن. در هفتمین مبارزه ما فقط شاهد یک موقعیت شناسی و یک اجرای فن از با تجربه ایشون جمال